حرفه پزشکی یکی از شریفترین حرفه‌های جهانه. با این حال در این حرفه افرادی وجود داشتند که خلاف این موضوع رو ثابت کردند. با ما همراه باشید تا با قاتلین سریالی که پزشک بودند آشنا بشید. قبل از هر چیز، اگه تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما جا نمونید. مارسل پتیوت. گفته می شود پتیوت پزشک فرانسوی و قاتل زنجیره‌ای مسبب مرگ 60 بیمار شده است. وی دوران حرفه‌ای خود را بعد از گذراندن دوران کارآموزی در یک بیمارستان روانی آغاز کرد. دیری نگذشت که به دلیل انجام سقط جنین به صورت غیرقانونی و تجویز داروهای اعتیادآور به بدنامی شهرت یافت. اگرچه در اوایل از زیر بار مجازات قانونی طفره رفت، اما بعد از مشاهده دود و بوی بدی که از منزلش متصاعد می‌شد، توسط پلیس دستگیر شد. در بازرسی منزل وی، بخش‌هایی از بدن انسان در شومینه پیدا شد. بعد از محاکمه، پتیوت در 25 می 1946 اعدام شد. شیرو ایشی. شیرو ایشی میکروبیولوژیست ژاپنی در خلال دومین جنگ جهانی در ارتش ژاپن ستوان یک بود. وی فعالیت‌های پزشکی خود را در سال 1942 آغاز کرد. وی اغلب زندانیان و اسیران جنگی و حتی شهروندان عادی را در معرض بیماری‌های مهلک نظیر طاعون و سیاه زخم قرار می‌داد. از دیگر فعالیت‌های وی می‌توان به ایجاد سکته قلبی و مغزی در بیماران، سقط جنین اجباری و غیره اشاره کرد. صدها نفر از مردم به دلیل کارآزمایی‌های بالینی وی جان خود را از دست دادند. بعد از جنگ جهانی دوم، ایشی توسط نظامیان آمریکایی دستگیر شد. با این حال، در ازای انتقال دانش پزشکی خود، مسئولیت یافت. جان بودکین آدامز. جان بودکین آدامز، پزشک بریتانیایی مسئول مرگ 160 بیمار، مخصوصاً افراد مسن در فاصله سالهای 1946 تا 1956 شناخته شده است. نکته عجیب و جالب توجه در این مورد این است که 132 نفر از این افراد قبل از مرگ خود به اراده خود مقدار زیادی پول و ثروت در اختیار وی قرار داده بودند. گفته می شود این وصیت‌نامه ها توسط خود آدامز به رشته تحریر در آمده است. اگرچه وی دفعات متعددی در دادگاه حاضر شده است، اما محکوم نشد. وی تا زمان مرگ همچنان به فعالیت‌های این چنینی خود ادامه می داد. H.H. هولمز. دکتر هنری هاوارد هولمز یکی از اولین قاتل‌های زنجیره‌ای در تاریخ آمریکا است. وی در هرمان مودگت متولد شده و در دانشگاه پزشکی میشیگان به تحصیل پرداخت. وی در دوران تحصیل خود جسدها را ربوده و با ایجاد تغییراتی در آنها چنین ادعا می‌کرد که مرگ آنها تصادفی بوده است. سپس وی به شیکاگو نقل مکان کرد و هتلی تأسیس کرد. این هتل در اصل مکانی برای شکنجه و قربانی سازی افراد بود، چرا که ساکنین این هتل هر از چند گاهی ناپدید می شدند. هولمز در زیر زمین این هتل اقدام به شکنجه و قتل افراد، مخصوصا زنان می کرد. وی عادت داشت گوشت و پوست جسد را از بدن جدا کرده و با اسکلت آنها چیزهایی درست کند. هولمز در سال 1897 دستگیر و اعدام شد. مایکل سوانگو. مایکل سوانگو پزشک آمریکایی، علارغم اینکه قتل 60 نفر به وی نسبت داده می شود، به قتل 3 نفر محکوم شد. علاقه شدید وی به خون و مرگ کاملا در حرفه پزشکی وی نمود یافته بود. در دوران کارآموزی وی در دانشگاه ایالت اوهایو، پرستاران بیمارستان مشاهده کرده بودند که بیماران این بیمارستان به صورت اسرارآمیزی می میرند. در بررسی‌های به عمل آمده هیچ سرنخی به دست نیامد. سپس وی به ایلینوی منتقل شد و در آنجا اقدام به مسموم سازی همکاران خود نمود. به دنبال این مسئله دستگیر و زندانی شد. بعد از آزادی با سند سازی و جعل اسناد در زیمبابوه به عنوان دکتر مشغول فعالیت شد و بیماران بسیاری را به کام مرگ فرستاد. اگرچه توانست از آنجا فرار کند، اما بالاخره در سال 1997 دستگیر شد. وی همچنان در زندان به سر می برد.
به نظر شما چرا افرادی که سوگند خوردن جان انسانها رو نجات بدن تبدیل به قاتلین سریالی شدن؟ نظرتون رو برای ما کامنت کنید. فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافیه مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از ویدیوهای جدید ما جا نمونید.